ترم دوم ستار، جلسه اول. تو این جلسه میخوایم با محدوده میان دسته یا همون وسط دسته آشنا بشیم و کتاب جلال ذوالفنون رو از صفحه 29 با همگی ادامه بدیم. بزن بریم. درود، من رضا، خواننده، آهنگساز، مدرس ستار ستار. به ترم دوم خوش آمدین. امیدوارم که 9 قسمت قبل و یعنی ترم اول رو کار کرده باشی و الان رسیده باشی به اینجا. میخوایم از صفحه 29 کتاب جلال ذوالفنون با هم دیگه ادامه بدیم. یه چند تا ترانه اون وسط یاد گرفتی توی صفحات قبلی کتاب. علاوه بر اینکه اونا رو گفتم، چند تا ملودی و ترانه هم بهت گفته بودم. حالا میرسیم به پوزیسیون سول یا همون وسط دسته. این سول کدوم سوله؟ همون سولیه که توی پوزیسیون می اگر یادت باشه با انگشت سوم میگرفتیش. حالا با انگشت اول بگیرش و میخوایم لا و سی بمول رو باش آشنا بشیم. روی سیم زرد هم میخوایم ر می فا با اینا هم میخوایم آشنا بشیم. حالا دونه دونه بهت میگم چجوری. این سوله رو که از قبل بلد بودی، فقط تنها کاری که میکنی الان میای با انگشت اولت میگیری. خب لا باید یه همچین صدایی بده. اگر سول دارم میگه سول لا. چند تا پرده دقیقا بعد از سولو بگیریم؟ این نه، این نه، این سه تا پرده بعدش. این لا اصلی یا لا به کار آمونه. کلن همه نوتایی که از اول کتاب تا اینجا بهت گفتم نوتای به کار بهش میگیم، نوتای اورجینال اونن، نوتای اصلی هم. از این لا اگر یه نفرت این ورتر رو بخواییم بگیریم صداش این شکلی میشه، بهش میگن لا کرون. اگر یه دونه دیگه این ورتر رو بخواییم بگیریم میشه لا بمول. باشون کاری نداریم. از نوت اصلیمون کلا مثل می، مثلا این می اصلیت بود، می کرون، می بمول. تو موسیقی ایرانی معمولا اینجوریه، میگه یه دونه این ورتر بگیریم میشه کرون، یه دونه اون ورتر بگیریم میشه بمول. داریم راجع به علامت های عرضی صحبت میکنیم، ولی فعلا همه نوتات به کار بوده تا اینجا. سولم به کار، لام به کار، با کرون و بمولش کاری نداریم. با انگشت سومت دقیقاً یه دونه پرده بعد از لا رو بگیرش که این باشه سی بموله. سی اصلیش اینجا بود که باش کاری نداریم، با کرونش هم کاری نداریم، با این بمولش حالا ما امروز کار داریم. یه نوت اصلی رو کلاً، یه نوت بکاری رو به صورت فرضی تصور کن. یه دونه این ورترش میشه کرون، یه دونه دیگه اون ورترش میشه بمول، یه دونه قبلش میشه سوری که خیلی خیلی کم داریم توی تار و ستار، فقط یه دونه داریم که اونم فای. حالا بعدا راجع بهش صحبت. یه دونه دیگه عقب‌تر از اون سوریه بگیریم میشه دیز، اونم خیلی کم استفاده میشه توی تار و ستار. توی تار و ستار معمولا یه کرون یه بمول با اینا سر کار داریم. می کرون می بمول، سی کرون سی بمول، لا کرون لا بمول، با اینا بیشتر سر کار داریم. نمیخوام فعلا خیلی ذهنتو درگیر این موضوع بکنی، الان گیج نشو با این ماجرا، فقط سی بمولو سعی کن یاد بگیری. یه اسمی داره الان سیه که میخوایم پشت لا بگیریم، اسمش بموله، بمول، اسمش بموله، بمول. اوکی، کنارش هم یه بی گذاشته. صفحه 29 تمرین اول رو نگاه کن. سول 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 سول، تو میزان اول 4 تا سول نوشته. تو میزان دوم یه نوتی داره بین خط دوم و سوم، یعنی یه پله بالاتر از سول، طبیعتاً لایه دیگه که اینجا میگیریمش. این لایی که بین خط دوم سوم تو خطوط حامل نوشته میشه، اونیه که ما همیشه تو تار ستار اینجا توی وسط دسته میگیریمش. و میرسیم به نوت سی تابلویی که داریم. سی 5 خط حامل داریم، سی نوتی که رو خط وسطه، دو تا خط بالاشه، دو تا خط پایینشه. همین الان حفظش کن سی رو. حالا از قضا کنارش یه نوع علامت بمول یا همون بی انگلیسی هم گذاشته که منظورش اینه، حواست بهش باشه. بزنیمش یه بار تمرین اولو. نوشته سول 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 لا 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 سی 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 سول لا سول. بسیار ساده است، یه نگاهی بهش بنداز و خودت یه بار بزنش. بریم سراغ تمرین دوم. تمرین دوم چی میگه؟ میگه همین سیستمی که اینجا رو سیم سفیدت زدی بیا رو سیم زرد بزن. اتفاق خیلی جالبی میفته اینجا. همون سیستم رو میزنیم، میگیم باشه. اسم نوتا ولی میدونی چی میشه؟
ر می و فا. یه بار بزنیمش. ر صداش برامون آشنا، صداش دقیقا شبیه اینجا میشه. چون دقیقا همون نوتان، دقیقا همونان، فقط میتونیم از اینجا بگیریمشون. چه کشف خفنه کردیم، چه کشف بزرگ کردیم. پس دیگه از الان به بعد وقتی داریم تو میان دست میزنیم، اگر یه فا بخوایم، یه می بخوایم، یه ره بخوایم، دیگه نیاز نیست این همه رو بلیت بگیریم بریم تا بالا برگردیم. میتونیم همین تو طبقه بالا داریم، هرچی بخوایم طبقه بالامون هست. بالای سل یه ره داریم، طبقه بالای این لایه یه می داریم، همین میه که اینجاست، همون صدا هم میده، همون جوری هم نوشته میشه. بالای این سیرموله فا داریم، دیگه نمیخواد بریم تا اینجا فا بگیریم بیاییم. همسایه طبقه بالایمون همه چی داره. پس ر می فا همون جوری نوشته میشه، فقط انگوش گذاریه که براش داره زیرش هلال داره. این هلالی که زیر انگوش گذاریه است و فکر کنم قبلا گفتم، یعنی آقا اون انگوشتر رو از سیم زرد بگیر. ر نوشته یک با انگوش یک، ولی چون زیرش هلال داره میدونیم منظورش اینه. می نوشته با انگوش دو، ولی زیرش هلال داره میدونیم منظورش اینه. همسایه طبقه بالایی لا. فا همینطور با انگوش سه و هلال، یعنی اینجا. و رفت بازم اینه تو صفحه بعدی. تمرین سوم توی صفحه سی میخواد رفت و آمد بکنه بین ر می فا سل لا سی بمول. بریم و برگردیم به شکل‌های مختلف، یه ملودی می‌خوایم بزنیم با رفت و آمد کردن بین این سه تا نوت و این سه تا نوت، ببینیم چه اتفاقی می‌افته. بعد از من تکرار کن. نوشته ر می فا می ر می فا سل لا لا لا. اینو بزن یه بار. ر می فا می ر می فا سل زدی. حالا بزن سی لا سل سی لا سل فا سل لا 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 سکوت. انگوش گذاری رو خوب دقت کن. سی لا سل سی لا سل فا سل لا لا لا. یه فا داشتیم بجنیم که بریم عقب، اومدیم از اینجا با انگوش سوم همون گرفتیم. این هم زدی. خط سوم دوباره همون خط اوله، خبر خوب. ر می فا می ر می فا سل لا 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 زدیمش قبلا. بریم سراغ خط چهارم که نوشته سی لا سل سی لا سل فا می ر ر ر. یه بار دیگه انگوش گذاری رو نگاه کن. سی لا سل سی لا سل فا می و تازه انگوش یک بلند میشه میاد روی ر ر ر ر. یه بار کامل از اول تا آخر تمرین سوم اجرا میکنم، سرعتش هم میبرم بالا که متوجه شی اصلا ملودیه چی میخواد بگه. مثلا سیاهامو اینجوری میذارم، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. تمرین چهارمش خیلی جالبه، میگه که بزن لا سل فا می ر دو. بعد از این ر بجن که دو رو بری اینجا بزنی، دوی دست باز میزنی. لا سل فا می ر دوی دست باز. دوی دست بازه بهت فرصت میده که بیای عقب اینجا بشینی. لا سی
خیلی آسونه. یه چیزیه که توی خط چهارم قسمت دوم پیش در اومد که پایین همین صفحه است قراره بزنی. اینجا برات قبلش اومده یه پیش نیاز تور گذاشته، اینو بزنش بعد بریم سراغ قسمت دوم پیش در اومد. خب قسمت دوم پیش در اومد میزنیم، همونطور که معلومه ادامه اون قسمت اول است، ساده است، چیز خاصی نداره. بعد اینکه اینو زدی، این چهار خط رو زدی، بیا قسمت اولش رو که تو جلسه قبل گفتم بزن و اینو در ادامهش خودت وصل کن مثل یه پازل به هم دیگه. خیلی ساده نوشته: دو سکوت می 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 سکوت بم بم. تا اینجا که هیچی نداشت. این میه رو با انگشت دو نوشته، ولی چون زیرش هلال نداره دیگه از اینجا نباید بگیریم، باید از اینجا تو قسمت بالا دسته مثل همون اول ماجرا که شروع کردی سه تا رو میه بالا دسته رو میگیری. دو سکوت می 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 سکوت بم بم. تو خط دوم نوشته فا فا می ره می می ره دو ره سکوت بم بم. و رسم بم قراره بزنیم چون زیرش علامت اکتاف گذاشته، پس میزنم بریم سراغ خط سوم. سول سکوت ره 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 سکوت بم بم. ره رو نوشته با انگشت یک، زیرش هم یه هلال گذاشته. یعنی چی؟ تو همین جلسه رو تیاد دادم، یعنی اینجا این ره نیست، با انگشت یک زیرش هلال داره، پس این نیست، اینه. سول سکوت ره خط چهارم چی بود؟ همونی بود که تو تمرین چهارم بالا داشتی، حالا با نوتای چنگ البته نوشته لا سول فا می ره دو لا سی دو سکوت. پس یه بار کامل اجراش میکنم، قسمت دوم پیش در اومد یه بار کامل اجرا میکنم. اینجا نگاه می‌داریم، توی جلسه بعدی می‌خوام بریم سراغ صفحه 31 و نوت‌های دولا چنگ. خیلی جذاب میشه، حتماً بهت پیشنهاد می‌کنم که از دستش ندی. اگر تا الان ترم 1 رو ندیدی، برو حتماً ترم 1 رو ببین، از صفر پایتو قوی کن، محکم بیا بالا. تا جلسه بعدی فعلا خدا نگهدار.